ظاهرا طرف میمیره، حالا دفنش میکنن یا هر چی، ولی خب میره روح به عالم برزخ و اونجا زندگی دارن تا وقتی که بشه قیامت. در سوره 24 قرآن که سوره مؤمنونه، خدا میفرماد که سوره 23 میفرماد کسی که میمیره، صفحه 348، حتی صفحه 348 اون وسطای صفحه است، حتی اذا جاء احدهم الموت، یه نفر که میمیره، حالا اون به خدا میگه رب ارجعون، منو برگردون که عمل صالح بکنم. خدا میگه نه، و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، روح به عالم برزخ میره، عالم بعد از این دنیاست، تا یوم یبعثون اونجاست. یوم یبعثون هم هست فاذا نفخ فی الصور، سور اسرافیل دمیده میشه که خدا همه مرده ها رو، جسد ها رو میسازه و روح ها به بدن ها میرن، اونجا دیگه قیامت شروع میشه و بحث فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، من خفت موازینه فاولئک. این زندگی آخرت هست داره، اون تا این زندگی برزخ هم خیلی طولانیه، حالا تا کی بیاد قیامت بشه. من یه نقلی دیدم که کسی که میمیره میره عالم برزخ، از قدر از اون وقتی که خدا بساط خلقت رو پهن کرده تا قیامت، تا مرگ این شخص چند، خیلی طول میکشه تا قیامت بشه، زود نیست. اون روایت نشون میداد چه میدونم 400 میلیارد سال، چیز زیادی خلاصه. برزخ همچین زودم تمام نمیشه، ولی خب هستن تا خدا من قیامت رو بپا. قیامت کی بپا میشه؟ محمد نمیدونه، علی نمیدونه، فقط خدا میدونه. خدا میدونه قیامت بکنمش. پیغمبرم پرسیدن، گفت نه من قیامت خدا خبر نداره. در سوره طه خدا میفرماد من میخوام قیامت مخفی باشه. نه نمیشه، پیغمبرم نمیدونه کی میشه. اکاد اخفی ها، به موسی داره حرف میزنه، میفرماد موسی من میخوام قیامت مخفی باشه، لتجزا کل نفس به ما. صفحه 313 قرآن، اون بالای صفحه خط دوم، ان ساعت آتیه، قیامت آینده است، اکاد و اخفیها، من میخوام مخفی باشه که هر کس رو به کارش جزا بدم. نمیدونه کسی قیامت کی میشه، حالا خدا میدونه کی میشه، ولی از مرگ تا بیاد قیامت بشه که خدا میدونه چقدر طول میکشه، با عالم برزخ هستیم. برزخ، آقای خمینی تو وصیت‌نامه‌اش یه جمله‌ای داره که اون جمله مال نامه‌ایه که از دلیل مردم مصر نوشته، جمله را از اونجا نوشته، فرموده القبر اما روضتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النار. عالم برزخ برای خوبا بهشت موقته، برای بدا جهنم موقت. موقت هست با می که قیامت میاد قیچیش میکنه، بعد قیامت حساب کتاب ها رسیده میشه، میرم بهشت ابد، جهنم ابد، ولی خوبا اونجا خوش میگذره بهشون. قبر اما روزتون من ریاض الجنه، یا یه باقی هم باقای بهشت، یا حفرتون من حفر النار، حفر النیران. خلاصه بعدام گرفتارن، منتها خوب تا بیاد قیامت بشه که دیگه حسابای اصلی رسیده بشه. حالا خدا تو درستون که امشبه میگه مل حیات دنیا، این زندگی دنیا که میبینیم، بچه ما بزرگ میشیم و چه و چه، این لعبان و لحوه، از باب این که همه چه به میره نابود میشه، حقیقتی پشتش به اون صورت نیست، همه میره ببین. حتی کارهای خیلی سیستم داره ما لعب، بقیهش که سیستم نداره لحوه، چون آخه ماندگار نیست، ارواح هم که اون طرفه، همه چی هم به هم میریزه. دنیا اینطوریه، موقت، همش موقت. شما سواری اتوبوس هستید، تا بیاد پیاده بشید دو ساعت، دو ساعت و نیم توی اتوبوسی، دل خوش نکنید این میله اتوبوس اینجوریه، رنگش اینطوریه، حالا هرچی هست همین دو ساعت دیگه دنیا تموم میشه. دنیا 100 سال هم که باشه هرچی باشه. یک کسی گفتن 136 سالش بود، گفتن مرد، یعنی سنایی که الان داریم تا حتی 130 فلان نداریم الان، مردن هم برن. در حالی که 6000 سال ما ایرانی ها تاریخ داریم، یعنی اینقدر آدم اومده رفته. دنیا اینه که در این میبینید،
وللدار الاخرت خیر للذین یتقون. بله آخرت اونجا رو دل ببندید، برای متقین اونجا بهتره. افلا تعقلون. لقمان حکیم به پسرش محمود، پسرم من نمیگم برای دنیا کار نکن، بکن، نمیگم همش برای آخرت کار کن، نه، ببین مکست تو دنیا چقدر، مکست تو آخرت چقدر، هر کدوم به اندازه نیاز کار. مکس دنیای من و شما خونه پرش که نمیشه 150 ساله ها نکه که عمر نمیکنیم. مکس آخرت از مرگ شروع میشه تا بی‌نهایت. ببین چقدر طولانیه اونجا. همیشه است. توجه دادن به اونجا. ولد دار الاخرت خیر. خب حالا که اینطور شدش خیلی ساده و اینا رد نشیم. به جهت این که آخرت خودمون باید بسازیمش. مثلا خدا تو دنیا ضمانت کرده من روزیتون رو میدم، هو الرزاق ذو القوة المتین، دنیا روزی میده، میبینید که مشرکین کفار همه هم روزی، ولی آخرت رو گفته خودتون درست کنید با اعمالتون. اینجا هم گفته للذین اتقوا، با تقواهاتون آخرت رو باید خودتون درست کنید و خراب نکنید آخرتون رو. ما الان داریم آخرت میسازیم هممون برای خودمون و مطلبش خودش. خداوند کارا همه حکیمانه است. این پدر ما رو که خلق کرد حضرت آدم بدون هیچ سر و صدا و کار و نماز و روزه هیچ حساب بردش تو بهشت. حضرت آدم خیلی باسواد بود چون علم آدم الاسماء کلها، همه علوم خدا بهش یاد داده بود، خیلی باسواد. این آدم اینجوری که به یه حسابی که من کردم 750 سال طول کشیده تو بهشتم بوده به حسابای دنیایی، حتی ساعت آخرتی نوشتم من حساب کردم اینقدر میشه. حالا تا ابلیس اومد و مثلث شد و گولش زد و به اون شجره منهی و بیرونش کرد، ولی ما اولادای آدمی هستیم که از بهشت اومده. مطلبش خودش. آدم به این عاقلی 200 سال گریه کرد، میکرد از فراق بهشت. خبریه بهشت، خیلی خبر. شما چی تو دنیا داشته باشید، حالا هر چی هم زیاد که بعد که ازتون میگیرن مثلا 24 ساعت گریه کن. آدم عاقل ها، نه آدم مثل آدم. خبری بوده ها اون بهشت ازش گرفت. آخرش هم بالاخره توبهش رو خدا قبول کرد و گفت حالا زندگی کن با پرونده برو اونجا دیگه، اگه بهش بری و حضرت آدم اهل بهشت به جهت اینکه پیغمبر و معصوم و اینا دیگه بیرونت نمی کنیم. ما مخصوصا فرزند آدم و حوای هستیم که تو بهش بودن، خبر می دادن به بچه هاشون چه خبر بود، چی بود، چی بود. حالا خدا خواسته ببینن، بیان ببین کی دیده، آدم دیده، حوا دیده. جناب حوا وقتی از بهش بیرونش کردن نشست سر کوه صفا، اونجا ها به زمین اومد، چون از آدم هم جدا شده بود، چون هم مجرم بود دیگه، به درخت نزدیک شده بود. تو روایت دیدم نشسته سر کوه صفا موهاشو شونه کرده، اون بوی عطری که از موهاش از بهش لای موهاش بود پخش شد تو دنیا تا قیامت، هرچی بوی خوشه از اون. چه خبره بهش؟ چی هست؟ مخصوصا اینا رو گفتن که آب خبری اون طرف ها. حالا اونجوری خواستن آمده تو دنیا زندگی کن. برای اون جهان ابدی بلکه بکنه دیگه زحمت بکشید. بهشت ها حتی ممکنه دو تا یه دونه آدم بهشت هاشون مثل هم نباشید. اون وقت هم یه جوری خدا خلق کرده همون چه دارم بید. اینجا در آیه سوره آل عمران آیه 133، بله که صفحه، بله صفحه 67، بله آخر آیه هم 136، بالای صفحه است. میفرما سار او الی مغفرت من ربکم و جنت. از هم دیگه سرعت بگیرید به مغفرت پروردگار و بهشتی که عرضها از سماوات و الارض، عرض یعنی پهناش، مساحتش، نه طول عرضایی که تو هندسه خوندیم، عرض یعنی پهناش و
میگه این خونه چند متره؟ میگه 400 متر. ارزش یعنی پهناش، مساحتش تمام از هفت آس زمین و هفت آسمانه، از سماوات و الارض. این نماینده از نجران آمده بود زمان عمر، اینا میرفتن جزیه بگیرن، بعد برخورد میکردن، آمده بود که ما خودمون جزیه رو میاریم میدیم، قبول کرد عمر. عمر بهش گفتش که بیا مسلمون شو. گو آیه تو قرآن شما دیدم، این برای من سوال انگیزه. نوشته سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارزو هست سماواتو. گو اگه بهشت شما تمام آسمان و زمین رو پر کرده و عینن نار، و جهنمتون کجاست؟ شما گفتی من 300 متر زمین داشتم، همش رو کردم اتاق خواب. کسی میگه توالت کجاست؟ تو همش رو اتاق خواب کرد. عمر مثل خرم گرد، اصلا بس که اول بار بودیم، خیلی جس نگیره ما، مگه برامون نگن بلند نیست ما خیرم نکنه. عمر هم اسم از حواسش نبودی همچه آیه هست که بهشت اومد. تو روایت ها داریم بهشت هر یه دونه آدم اینجوریه، هر یه دونه بهشتش انقدر بزرگه که تمام آسمان و زمین رو گرفته. حتی اون آخرین نفری که میره بهشت که از همه درجهش کمترین درجه رو داره، تا خدا خداست آخر بهشتش رو پیدا نمیکنه، انقدر بزرگه. گفت پس نارتون کجاست؟ ما حالا بلد نمجیر مده بود، یه حال چشمش خود هر سنی اون نزدیک نشسته. گفت علیکه بالفتح، از جوونه ببوس. حالا هر سنی سنه 16 سال از عمر کمتر بود، حالا اون گو جوون که هم جوونه ببوس. اونم بو کرد آه کجاست؟ فرمودن که این رو در تورات تو خوندیم و جوابشو در تورات دیدی، بعد گشتی تو قرآن شبهشو پیدا کردی اینجا. مد قبول کرد که بله راست تو تورات، اینجا این دقیقی نیست، اونجا تو زیاد. گفت در تورات خوندی که جبهش جهنم کجاست. آیا دیروز کجا رفتش؟ دیروز که اسمش سه‌شنبه بود، کجا رفت؟ فردا از کجا میاد؟ شما میدونید بگوید فردا از کجا میاد؟ جهنم همونجا یا به همونجاست که سشم دارم. معلومه ما توی دنیا اونجا احاطه به همه چی نداریم، ما ابعاد طول و عرض و ارتفاع داریم. الان چند سال پیش آمریکا گفت زمانم بهش اضافه کنید، خب میشه یه بعد دیگه هم زمان. چه خبره که گفتن که دیروز کجا رفت، فردا از کجا میاد؟ همون نار همونجاست. قبول کرد، گفت بله من تو تورات اینو خوندم، حتی این جوابم تورات گفته، بعد گشتم تو قرآن چونه. حالا بریم ببینم اونجا چقدره. ولی خدا خبر داده الارض غیر الارض، زمین آخرت غیر زمین دنیاست، بس سماوات آسماناش غیر از این. برید ببین اوب چقدر اونجا ابعاد چجوری، چجوریه که هر یه دونه بهشتی تمام هفت زمین آسمون بهشتش هست، باز اونیکی هم چه خبره. بریم ببینیم چه یه همچی بهشتی رو خداوند میگه او عدت للمتقین آماده کرده. بریم خب ببینید یه همچی سرنوشتی جلو پامونه، راحت ننشید. کت خدا کیه؟ همه کاره کیه؟ کار دست کیه؟ کار دست همونه که تو الان پلوشی، خود همه خدا. شب پاشو کسی تو اتاق نباشه، هم کلم پروشی خدا کاره. این خدا هم سمیه، هم بلیه، علیمه، هم مهربانه، هم گوش میکنه، هم خودش گفته دعا کن. حرف بزن باش، بگو خدای این آخرت که دست توست، هیچ کس هم حق نداره دخالت به کارت بکنه، گوش به حرف هیچ کس هم نمیدی ابدا، قبلا هم ندادی ابدا، همش هم دست تو. خب ببن سابقا، حالا سابقا که میگم بعد برید مثلا 50 سال پیش، پول خورد زیاد بودش. حتی یادم میاد وقتی 2 تومنی 1 تومنی هم پول اسکناس بود، حالا بعد فکر نمیشه، شاید مثلا 60-70 تومن بیشتر هم داره، یه پول بود برای این پول هم ریخته بود جلو من، حجمش زیاد دیده میشه. تا میکردم که این بچه های ما که الان نوم داره، خیلی بچه بود، این یه داره بس کرد اومد تو، دختره بچه، این دید خیلی پوله همچین جا خورد، یه خورد نگاه کردم به من گفت
این پولا همش مال خودته. آره. یه خود با نگاه که کن یه خوش بزن. تو به خدا بگو، بگو خدایا بهشت همه مال توه، همه چی خب به من بده. بگو گفت میده بابا، بگو میده، خودش گفته، مگه دروغ گفته باشه؟ ولی نیک خود اونی از تجرب لکن. بخواید از خدا، همین دعاهایی که معصومین هم یادمون دادن. تو روایتی دیدم که خداوند وقتی خیر بندش رو میخواد، حتی کاری خودمش رو حساب کتاب، در واقع خیر همه رو میخواد، اما اون حجمش مال شما، شما چقدر رشد میدی خودتو، چقدر امتیاز یا اوت کلدی فضلن فضله، چقدر شایستگی نشون میدی، میده به. وقتی خیر بندش رو بخواد آرزو در دلش میندازه، و وقت اون هی اصرار داره به آرزوش که بهش میده. خب شما آرزو کن، بگو آقا من خدایا من میخوام بهشتم عین بهشت محمد ابن عبدالله باشه، چون بالاترین مقام ها، از اون مقام ها مثلا نداره. خب بگو، بگو سنگ مفت گنجشکم مفت میکنه، گفته میکنم اگر نه دروغ گودر میاد، این خطرم شما ببینه، خب گفته میکنم و دونی هست، ولی اگر این رو شما به جد بخوای و محل نشونت میده چکار ولی بکنه ها. یک کسی داشت این تعریف هر میکرد، خودش هم بازاری بود و شوخی هم قاطیش میکرد. اخو میگم بازاری ها خیلی زرنگن. گفت پیغمبر خود جنس خریده بود ببر خونه، مثلا پیاز و گوجه فرنگی و نون و ماست و در چه اون زمان. یکی رسید گفت من ببرم کمکتون، اما نمیداد، اصرار التماس گرفت که بتا خونه بیار. خونه که گذاشت گفت رسیدن دیگه نام پیغمبر فهمنا یه چیزی از من بخوام. گفت این خیلی زرنگ بود. گفت چی بخوام؟ گفت چی بخوام؟ رفت تو زرنگی گفت نمیدی دیگه. نمیدی از بعد اینجوری. دو سه بار گفت آقا فرمود میدم، بخواست بده بگیره. تا گفت میدم گفت میخوام تو بهش پده تو باشم و ده فرار که به همش نزنه. حالا پیغمبر بود و اون بود و پیغمبر بود. گفت پس سجده ها تو طول بده، پس سجده ها تو طول بده. سجده هاتون بار نشون میدن تو برو میکنن، خدا ازش کم نمیاد، هیچ کم، هیچ تأثیر هم برش نداره، به همم بده هیچ تأثیر نداره. خدا من اینطوره، تو برو تمکن، برو بخواب. واقعا چه کنید؟ میری امام هشتم رو زیارت کنیم، نم قصد خونه و چیچی اونا رو سری جاش بگو آقا من میخوام پدو تو باشم قیامه، بگو نترس، میکنن یادت میدن چی کار کنیم، میکنم دیگه. خب نماز میخونم، روز دست میگی، هرچی بگن چشم باید. گفت چلو کباب بخور چشم، هرچی بگن میکنیم. آقا آرزو کنیم بهشتای بلند، شیطون میاد تو خالی میکنه، شیطون دشمنه، میگه تو کسی نیستی، چی نمو غلط کردی، من همه چی هست. برو جلو. داشتم دو سه روز پیش کتاب میخوندم برای بار انام، خب کارم از صبح تا شب کار من کتاب خوندن. یه شخصی جلو امام حسین واسط نماز خوندن، این دو تا نقل، اون نقل هم باز فهم میکرد با قبلی ها، آخرش که تیر میخورد تیرا رو میگرفت تو نماز، آقا تماس تموم شد اونم افتاد دیگه، اصلا که شهید شد. آقا فرمودم بهش من میریم، تو جلوتر از من وارد بهش میشی. بهش گفت معلومه تو بهش پل خودشون میبرن دیگه، خب تو جلوتر میری، ببین شما جلو، کمکتون میکنم، بخوا از خدا آخرت رو آرزو بکن. اون مأموری که امام هشتم رو کنترل میکرد که شهر حالشو به مأمون بگه تو راه راهی که میامدن، گفت این آقا خیلی قرآن میخوند، به آیات بهشت که میرسید میستاد و التماس میکرد به خدا که این درجه بهشت رو بده به من، به آیات جهنم که میرسید گریه میکرد و از خدا میخواست منو گرفتار این عذاب میکرد. گفت شما بکن، شما درجات بهشت رو میبینه واسه خدا اینو به من بده، عذابا رو میبینه تو قرآن حق دیگه نکش، بخواه با خدا کنار بیاده. استاد من دلش میخواست من نماز شب خون باشم، این که میگم که همطوره همه هستش. خداوند در قرآن کریم هر ثوابی رو گفته، چی میدم را هیچ چیزی گفته، ولی ثواب نماز شب رو در بس گفته. حالا این برای تشویق چی هستش؟ اینجا در آیه سوره 31 قرآن، 31 الان میارم چیزشو آیهشم بیارم،
می‌فرماد اینا که پا میشن نماز شب می‌خورن، تتجاف و جنوب هم عن المزاجه، پهلوهاشون رو میکنند از رخت خواب و شون رو میکنند نماز خوندن و خوفن و طمعن پدش کردم. صفحه 416 قرآن، 416 این بر سوره سجده که سوره 32 شروع شده. سوره سجده یک صفحه، دو صفحه، اصلا سه صفحه است، یعنی یه برق و نیمه، خیلی حجمش زیاد است. تو این سوره آیه‌ای که آخرش زده 16 تو این صفحه می‌فرماد که نماز شب خونا که جوفشون رو از رخت خواب پا میشن، یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس، هیچ کس نمیدونه ما اخفی لهم، چی مخفی کردم من، مخفی کرد من، مخفی کرد خدا میگه من قرة اعین، ولی وقتی میبینه واقعا محمد نمیدونه چه ثوابی خدا میخواد، علی نمیدونه، این میگه نفسان خدا با کسی شوخی و دروغ نداره، هیچ کس نمیدونه. وقتی ثواب نماز شبو میدن واقعا چشمشون روشن میشه، مثلا انتظاری هم که ثوابی نداره. خب بخونم نماز شب کاری نداره، ساعت چه هم چیکار میکنه؟ به ساعتی از اون صبح زود تر پاشید وضو بگیره، چهار تا دو رکعت و یه دو رکعت شب و یه رکعت وتر، حالا هر چی دعا اینا بخونید توش بیشتر ثواب بره. ببین اهل این چیزا بهش میگن ثوابای عجیب غریب. دیدم تو روایت وقتی نماز شب خونا رو صدا میزنن قیامت پا میشن یه عده، ولی کمند، ولی خیلی احترامشون میکنه، خیلی یه همچین جزا و و و ببینی سبابا رو بکن. حالا شهدا که خیلی سب درجه بالایی اونجا دارن، شهدا خیلی، آقای شیرازی بودن در مشهد، پسر اون اسد عبدالله شیرازی بود، اون خیابان شیرازی قبلا اون اسد عبدالله بود، من دیده بودم ایشون مرحوم شد، پسرش هم از مراجع بود، اینم مرحوم شد، حالا بچه‌هاش هستن، اینم آشنا بودیم باشون. بله خیلی آدم های خوب مرجعیت شد. عرضم بر این که ببینید این قسمت ها تشویق و ترغیب هایی که چی میکنن، ذوق و شوق پیدا کنه آدم. یه مثال زدیشون، حالا اگه اون خود مثالی یادم بیاد، برای هم بهشت و جهنم بود که مثال خیلی قشنگی بودش. خلاصه حالا تا این مثالش یادم بیاد، این نماز شب رو تو پرونده شما پیدا یادم اومد، گفتش که آی خاتمی، تنها مودم تو هم رفته بودم من ببینم شد، گفت آی خاتمی ابوذر تو ربزه شهید شد، چون عثمان تعبیدش کرد از گشنگی مرد، حالا گرفتاری ها سر جاشون تیکه. یه افرادی از عراق بیامدن که توش مالک اشترم بود، اونا آمدن جنازه رو شناختند و قسل و کفن و این، و ربزه فاصلش تا مدینه نزدیکتر بود تا فاصله مدائن تا مدینه، سلمان مدائن رفت، سلمان معمولی از دنیا رفت، ولی برای جنازش هرسلی اومده، گفت دست نزنید به من میاد مولا، اتفاقا مرده بود، یهو دیدن هر سلی اومد، حالا تیال عرشم دارم هر جوری شناختن افراد، دیدن سلام پشت نشست سلام کرد، آقا لبخند زد فرمود برگرد، خوابید مرد، جنازه رو غسل و کفن و دفن کرد رفت. گفت عالم از شهید مقامش بالاتر، سلمان اون علمش علی رو کشون بدائن، برای ابوذر نرفت که نزدیکتر بود. این که روایت هم میفرماد ازا کان یوم القیامه، قیامت که میشه ترازو میذارن خون همه شهدار، که یکیش هم خون حسینه، خون همه شهدار میریزن تو این کفه، مرکب علما رو میریزن تو اون کفه که علما منتقل شده، یا ترجح مداد العلماء علی دماء الشهداء، ارزش مرکب علما از خون شهدا بیشتر میشه، یا ترجح. گفت ببینید فرق علم و شهادت، حالا ابوذر برای سلمان رفت، علمش برای ابوذر نرفت. خب میگم حالا مقام علما حالا چطور و شهدا چطور، نه حالا که بحث رو به اینجا کشوندم این روایت هم خوبه، گوش کنید. قیامت همه که با میسم جور واسدادن، یه وقت میبینن تمام قیامت روشن شد، عظمت یک کسی اومدش تو قیامت، اینقدر مقام بالا و نورانیت و عظمت داره. انبیا وقتی نگاش کردن گفتن این حتما یه پیغمبری چیزیه، حالا گیره چه امتی افتاده، چقدر مصیبت همچین مقام های.
شهدا وقتی نگاش کردن گفتن حتما شهید کسیه، حالا کدوم میدون جنگ و چه مصیبتی که انقدر مقام پیدا. ملائکه وقتی نگاش کردن گفتن این فرشته است، هم کدوم گوشهای آسمون چه عبادت عجیبی که همچه مقام. ولی وقتی جلو میاد میبینن نه قرآن اومده، همین قرآن خودش اومده. اون روز همه خواننده هاشو میشناسه، شفاعت میکنه. حالا شما چقدر با قرآن رفیقی؟ خود شما که نشست چقدر با این کتاب رفیقی؟ میشناسه میدونه، اونم همینطور رفاقتشو ادا میکنه. طرف داشت قرآن میخوندن تو جلسه، احتمالا شنیده باشه، قاریه گفتش که اللهم اجعل القرآن لنا فی الدنیا قرینا، یعنی خدایا صبح تا شب من قرین قرآن، فلان قرآن باشه، قرین نه همراهی بخون. و فی القبر انیسا و مونسا، این دعا رو بالاخره کسی یاد گرفته این داره میخونه، یعنی تو قرآن تو قبر بیاد همش با قرآن من گپ بزنم، انیس و مونسا. و فی القیامت شافعا مشفعا، شفاعتش مورد قبول، شافع مشفع. و عند الصراط دلیلا و نورا، این قرآن خونه میگن دار این روایت جایز، تو صراط دلیل من باشه، راهنما و نور من. و فی الجنت رفیقا، تو بهش رفیقم باشه. خب میتونی خب آرزو کنی کتاب به عظمت که اومده اونجا تو بهش رفیقم باشه. این مقامات و این چیزا رو آرزو بکن واقعا، میده به خدا، دنبالش برید کمک بخواید، شیطان نیاد بگه تو کسی نیستی، به خودت کسی نیستی و جد آباده من همه کس. اون در خالی میکنه، دشمن همیشه تو خالی میکنه افراد. خارجی ها به ما میگفتن استعمارگرا که شما ایرانی ها چیزی نیستید، هیچ بخی نیستید، نه همه چیز. شیطان هم همه کار میکنه، تو کسی نه همه چیز. من که این کتاب پلومه بود، آرزو بکنید بهشت های بالا رو آرزو بکنید، حتی اینقدر مقام پیدا کنید که این فرشته مرک میاد از هر نوکری براتون نوکر در باشه، از هر ذلیلی ذلیل‌تر، بسیار کمک میکنه. وقتی مقام بره بالا همه کمک میکنن، میام اینجورا نیست، همه در اختیار. تا بریم تو بهشت که اومد حورالعین ها رو که میارن دیگه، بقیهش باشه اللهم صل علی. خدا انشالله توفیق عزاداری به هممون بده و به امام حسین این حسین حسین های مردم ها قبول کنه و هر یه دونه حسین بلاها رو برداره، گرفتاری ها رو برداره، مسئولی